سازمان جهانی یونیسف درباره مشکلاتی که کودکان مناطق تحت اشغال سنی تندروی بوکارام در نیجریه با آن مواجه هستند، هشدار داد. رئیس منطقه آفریقای یونیسف با انتشار گزارشی در این باره گفت روزانه به طور میانگین 134 کودک در نقاط مختلف نیجریه به دلیل سوء تغذیه و عدم دسترسی به نیازهای اولیه ی انسانی از بین می‌روند. مانوئل فانتین افزود فقط در ایالت برنو در نیجریه 244,000 هزار کودک یعنی یک پنجم کودکان این ایالت دچار مشکلات سوء تغذیه هستند و در صورت عدم رسیدگی هرچه سریعتر به این کودکان باید منتظر مرگ آنان بود وی در ادامه از نهادهای حقوق بشری در سراسر دنیا خواست تا برای جلوگیری از افزایش مرگ و میر کودکان نیجریه هر آنچه در توان دارند به این کشور ارسال کنند در طول هفت سال گذشته که تروریس های بر مناطقی از نیجریه تسلط پیدا کردند بیش از 20 هزار شهروند این کشور جان خود را از دست داده و بیش از دو میلیون تن آواره شدند این گزارش تاکید کرد که مردم بسیاری از مناطق تحت اشغال سنی های تندروی بوکهرام از نیازهای اولیه زندگی همچون غذا، آب و شبکه بهداشت محروم هستند.